آمریکا 12 شخصیت حقیقی و حقوقی را در رابطه با برنامه هسته‌ای رژیم ایران تحریم کرد. ژنرال جک کین اقدامات تروریستی رژیم ایران را ناشی از فشار تحریم‌ها دانست. جان بولتون: فشار بر رژیم ایران تا زمان تغییر رفتار این رژیم ادامه خواهد یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا 12 شخصیت حقیقی و حقوقی را در رابطه با برنامه هسته‌ای رژیم ایران تحریم کرد. یکی از شرکت‌ها باختر رعد سپاهان نام دارد. افسانه کریمی، رئیس هیئت مدیره رعد سپاهان، نیز توسط آمریکا تحریم شده است. دفتر باختر رعد سپاهان در بلژیک است و مدیر آن سهیل طالبی نیز توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. سهیل طالبی همچنین شرکتی به نام شرکت واردات صادرات سان مینگ سینو یورو در چین تأسیس کرده که امور مربوط به تحویل و پرداخت پول محصولات آلومینیومی از چین را انجام می‌دهد. شرکت صنعتی آلومینیوم هونان جیا یوان نیز هدف تحریم قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در جریان یک دیدار در کاخ سفید به خبرنگاران گفت of an incident in the Strait of Hormuz today involving USS Boxer and Navy amphibious assault ship. The Boxer took defensive action against an Iranian drone which had closed into a very, very near distance, approximately 1,000 yards, ignoring multiple calls to stand down. ناو USS Boxer در خلیج فارس یک پهپاد رژیم ایران را که به این ناو نزدیک شده بود هدف قرار داد و نابود کرد. دونالد ترامپ گفت این یک نمونه از تازه ترین اقدامات تحریک‌آمیز رژیم ایران بوده است. جنرال جکین، معاون فرمانده سابق نیروی زمینی آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز درباره سرنگون کردن پهپاد رژیم در خلیج فارس گفت: تمامی فرماندهان در صحنه می توانند این تصمیم را بگیرند. آنها هشدار دادند و برای حفاظت از خود حق دارند که این کار را انجام دهند. رژیم ایران سنگینی تحریم‌های خرد کننده را احساس می‌کند. تحریم‌هایی که در 39 سال سابقه نداشته است. این فشارها مطلق است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، درباره دور تازه تحریم‌های آمریکا گفت: تهران نباید توان غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. یکی از بدترین اشتباهات توافق با رژیم ایران که در حال حاضر به طور کامل نمایان شده این است که به این رژیم اجازه داده شد برنامه غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. فشار حداکثری تا زمانی که رژیم ایران جاه طلبی های اتمی و فعالیت های مخرب خود را کنار بگذارد ادامه خواهد داشت. مایک پومپئو درباره تحریم شبکه جهانی غنی‌سازی رژیم ایران گفت: به عنوان بخشی از کارزار فشار حداکثری، آمریکا یک شبکه جهانی شرکت‌ها و مأمورانی را که مواد اتمی برای رژیم ایران تهیه می‌کردند، تحریم کرد. اصلی‌ترین حامی تروریسم نباید اورانیوم غنی‌سازی کند. آمریکا توقیف یک نفتکش توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد رژیم ایران باید به فوریت کشتی مصادره شده و خدمه آن را آزاد کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از آن که رژیم ایران اعلام کرد یک نفتکش خارجی را که سوخت در خلیج فارس قاچاق می‌کرد مصادره کرده گفت: آمریکا ادامه عمل ایزایی نیروی دریایی سپاه پاسداران بر روی عبور امن در تنگه هرمز و اطراف آن را به شدت محکوم می‌کند.